نکن. چطور تو؟ با تو هم باشه میگم چطور تو؟ میگم نکن سورا. بلنشو بیا به سر صورتت بزن سر تاپت خاکیه. پاشو بیا دیگه با تو هم. با خاله بوری حرف زدی؟ زدم. خب. خب به جماله. از اسمانی خبری نشو؟ هیچ خبری نشو. خیلی خب حالا اخما تو با کن دم نامادی بده. همکارمون زد دار میکن. یه سوالی واسم پیش اومده. ما تو کی قراره اینجا باشی؟ ها؟ من یک کشش ندارم تو رو. ای خود کشش نداری. فعلا چاره دیگه ای نداریم که باش کنار بیم. چی کنار بیم؟ با اینکه گنهاره تو آرزو اهدافمون با اینکه شدیم این آقا مصطفی بی زحمت اینو میبندی؟ میبندم آقا تو. کی زنگ میزنی؟ پایکوه با تکلیف بدهیمونو معلوم کن. فخ خدا کنه شاکی نشه. خواهی رو پیشش؟ نه پا تلفنی که نمیشه که تو اگه خواستی نیا. نه آجی اتفاقا منم میام. با هم میریم اونجا با هم میریم تو مخ یکی کنون همونجا همون کار بده. توی سفارشی که میده همونجا واسش درست میکنه. بدهیمون هم صاف میشه. ای با اونجا زودتر مخواه نرسیده بود. اینقدر مشغله فکری داره همون خواهم اصلا هنگ کرده آجی به این سا نمیرسه. کار طرف رو نصفه گذاشتیم بده کارش هم هستیم اون وقت توقع داری بیاد معضلات زندگی تو حل کنه. بابا تو خیلی پر روی هاشه داشت من این همه واسه زحمت کشیدیم جون کندیم و طریقه خود نباشه ولی کارم عالی از نظر من. خیلی کارمون که اصلا حرف نداره میدونی. خاکبو منتظر ما لب تر کنیم بذارت اون مدیرامه. خاکبو اگه بفهمه داره میده چیکار میکنه خودش میاد بالا پرمونو برمیداره میره زیر بالا پر خودش. بالا پرمونو میگیره میکنه زیر بالا پر خودش. ما واسه اش مهمیم سورا. آدم مشتیه. من شخصیتش تو مشتمه میشناسم اشی دارم این حرفا رو بهت میزنم. حالا دو دقیقه اون مشت تو بذار جیبت بذار من زنگمو بزنم. الو سلام. حالا شما خوب خانم گودرزی؟ الیاسین. الیاسین. اون هم ما خواستیم چیز کنیم یه بحثی بگیم. یه بار دیگه این کارو بکنم بی برو برگرد اخراجم. بهتون گفته باشم و سلام. الو خانم صابری بگه وصل نکنن. خواهش میکنم من گرفتارم یه رو به دیگه. متشکرم. بچه ها اینجا خرابکاری کردن همه چی رو هم ریخته. چیزه ما با ایزان تشریف میبریم یه وقتی خدمتتون میرسیم به خانواده محترم سلام برسونی. مگه نگفتی کار ضروریه؟ آخه چیزه بله آقای خالص کارمون ضروریه وگرنه تو این وضعیت مزاحمتون نمیشدیم. خیلی خوب یه رو به جمعش بکن. یه گردان منتظر ما هستن. ولی اول از همه بگو حال قطعه های ما چطوره؟ والا مطلب به همین قضیه مربوطه. ما تو این دو هفته اخیر یه اتفاقای بدی برامون افتاد. اینه که دیگه نه دستگاهی داریم نه کارگاهی که بخوایم توش کار کنیم. یعنی دقیقاً چه اتفاقی افتاد؟ یعنی اینکه با عرض معذرت ببخشید این ناامیدتون میکنیم ولی مجبوریم قرارداد رو فسخ کنیم. نمیفهمم. توضیح بده ببینم چی شده. یه اتفاق خیلی داغون نافرم نادخ ناجور. ما تمام دار ندارمون از دست دادیم آقای خاکبو. ما الان با خاک یکسان شدیم. حساب کارگاهتون مربوطه ها؟ بله دقیقا. از کارگاهش اخراجتون کرد؟ نه و پولمونو بالا کشیده. الان نه فرصت گفتنش هست نه شما وقت و حوصله شنیدنش رو دارید. فقط اینکه الان شرایطمون یه جوریه که اینجوری نمیتونیم قطعه رو تولید کنیم. ولی پیش پرداختتون رو هر جوری شده بهتون برمیگردونیم. ولی وضعیت ما الان یه جوریه. یه راهی هست که شما میتونید تمام مشکلات ما رو حل کنید. شما اگه مرحمت کنید چیز کنید دست ما رو اینجا بند کنید ما میتونیم تمام قطعه رو سر موعدش به شما تحویل بدیم. به حلو قوه الهی تمام مشکلاتمون هم حل میشه. نظرتون آقای خاکبور؟ موعد تحویل شما یه هفته پیش بود. یه هفته هم تمدید کردین درسته؟ بله بله. حالا اومدین اینجا به من دارین میگین که نمیتونین تحویل بدین مگه اینکه من استخدامتون بکنم. بله بله. این مدلی نگفتم ولی هر جور صلاحه. ولی منظورتون همین بود. بازم هر جور صلاحتون. نه آقا منظور هاشم اصلا این نبود. ما الان اینجاییم که خسارتتون رو هر جور شده جبران کنیم.
فقط یه مهلتی ازتون میخوایم که همه چی راست و درست کنیم. یه کارخونه معطل 3000 تا قطعه از شماست که بخور رو محصولاتش بره توی بازار. حالا شما یه هفته قبل تحویل اومدی به من میگی نمیتونیم؟ شوخیتون گرفته یا واقعا نمیفهمین داستان چیه؟ آقا ما که تا الان که همکاری نکردیم که. خوشخوری همیشه دغدغه ماست. فقط الان وضعیتمون چیز شده. ما یه خورده فر خوردیم تو خودمون. اصلا میدونی قرارداد چیه؟ یه کاغذه که وقتی امضاتو میندازی پاش، بعد پاش وایسی و یعنی باید خسارت بدی. شرایط شما به طرف دیگه ای قرارداد هیچ ربطی نداره. حق کاملا با شما ساقی مهندس، ولی ما کارمون رو از دست دادیم. اصلا سر ناچاری داریم سر ساختمون کار. اینا به من مربوط نیست. به من مربوط نیست. محصولات ما بدون قطعه شما نمیتونه بره بازار. متوجه میشی؟ ما خیلی هم متوجه میشیم. شما انگار متوجه حرفای ما نمیشی. باشم چی داری میگی؟ عجب. جالبه. حالا من دیگه بدهکار شدم. آقا اصلا شما با من طرف بشین. طرف حسابتون من. ما هر کاری که شما دستور بدین انجام میدیم که ضرر و زیانتون رو جبران کنیم. من قانونا میتونم ازتون شکایت کنم. بله حق شماست. ما هم اصلا واسه همین اینجاییم که مشکلاتو حل کنیم. ما کوبیدیم تا اینجا اومدیم به شما بگیم که دار ندارمون از دست دادیم، زندگیمون همش رفته به باد. حالا چی؟ آتیش بزنی آتیش بزن اصلا هر کاری دلت میخواد بکن. فکر نمیکردم هنوز راجع به آدما اینقدر اشتباه فکر کنم. آقا هاشم اصلا حالیش نیست چی داره میگه. ما حتی رومون نمیشه تو چشای شما نگاه کنیم. ولی باور کنید مقصر نبودیم، بد آوردیم. الان فقط خواهش ما ازتون اینه که بدهی و خسارتتون رو قسط‌بندی کنیم که بتونیم پرداختش کنیم. قول میدیم که هیچ کدوم از اقساط عقب نیفته. میخوایم با کارگری ساختمون خسارت میلیونی بدین؟ منو خر فرض کردین؟ یارو در رحمیم زیادی حساب داریم با میکنیم. یا سر موعد قطعه رو تحویل میدین یا ازتون شکایت میکنم. من نمیذارم کسی از لطفم سوء استفاده کنه. نباید رو دوتا بچه اینقدر حساب باز میکردم. چرا همچین شد؟ چرا این طوری که؟ تقصیر منه، من حرفی زدم. سرب چرا اینطوری شد؟ باشم خدا شاهدش تو بهت میگم. آه برای چیا؟ چی زنگ زدی؟ چی شده؟ پاکبور حرف زدی؟ این وقت بود اینطوری عصبانی نیده بودنش. لااقل تو روی من عصبانی نمیشد. خودش بهتون زنگ زد؟ من که علم غیب نداشتم خودم زنگ بزنم بچه. خیلی عصبانیش کردی. خیلی. به جون مادرم به هیچ صراطی مستقیم نمیشد. هر چی بهش گفتیم ما خسارت میدیم، ما هر کاری بگی میکنیم، انگار نه انگار، هیچی به هیچی. من که به شما گفته بودم داوود سر کار اصلا شوخی نداره، برای همین با هر کسی کار نمیکنه. گفت ازتون شکایت میکنم. شما فکر کن به شما هم همین رو گفت که فقط خواست ما رو بترسونه. ترسوندن چیه؟ اون اصلا اهل این بازی هاست؟ اون خیال میکنه شما این ماجرای کار ساختمون رو بهانه کردین، چاخان کردین و اینکه دلش به رحم بیاد. خب بیاد ببینه، اصلا آدم بفرسته ببینه ما تو چه جهنمی داری زندگی میکنیم. من براش تا اونجایی که میشه توضیح دادم، ولی امون نداد که داغ کرده. شرمنده آقا، آبرو شما رو هم برد. بهش حق بدین، بالاخره کارش گیره شما، رو شما حساب کرده. منم باز چه غلطی بکنی؟ شما بگو ما چیکار کنیم آقا. حالا فردا خودم میستم میرم پیشش، سعی میکنم وضعیت شما رو برش توضیح بدم، راضیش کنم یه مهلتی به شما بده بتونید ضرر زیانش روش بدید، اگه البته قبول کن.
چیه؟ آرزو چی میگه؟ میگه باها ببینم تو هرش دلت خواست گفتی من یه حرفایی دارم. برو بینش بزن من بخواییم. پشیمون شدی از اومد؟ ترافیک بود. چرا داغونی؟ بابت تو نیست. زود باید برم. دیر اومدی زود هم میخوای بری. حرفتو بزن آرزو. حرفم میزنم ولی از همین الان میدونم هیچ فایده ای نداره. از قیافت قشنگ معلومه. فقط بدون محض منت کشی صدات نکردم. نیومدم بگم حرفای اون نوید چاخان پاخان بود و حرفای من راستکی. نوید همه چیو بهت نگفته، یعنی نمیدونسته که بگه. پس اونایی که گفته رو راست گفته. آره ولی خب از خودم میگم دیگه، یه همی پر آخرش مونده هنوز تا آخرش. من اون موقع که بعد چند سال تو رو دیدم، خب من اون موقع برام جدی نبودی، یه آشنای دوره بچگی بودی. اون وقتا نوید واسم مهم بود. آرزو من کشونی اینجا کمی حرفایی که میدونستم رو تحویلم بدی؟ کم من رو تأخیرم کردی؟ کم بازیم دادی تو این چند وقت؟ من نمیخوام تحقیرت کنم، نمیخوام بازیت بدم. حرفامو بزنم خودم میرم. اون وقت دیگه هیچ وقت منو نمیبینی. میدونم برای سخت شنیدن این حرفا، ولی باید تا آخرش گوش کنی. خواهش میکنم بیا بشین سهراب. تمرین کرده بودم چی بهت بگم ولی باز تهش گند زدم. من با نسیم و نوید بزرگ شدم. خب نصف عمرم با اونا بودم. بهم حق بده که نمیخوام حق بدی، فقط منظورم اینه فازمون اینطوری بوده اولا. بعد که یکم بزرگ شدیم فرق کرد یه چیزایی. نوید آدم جالبی بود. اصلا ولش کنمون. خب من خیلی بهت بد کردم. کارای بدی کردم با. به جون مامانم از خودم متنفرم. یه طوری که باورت هم نمیشه. میدونم نمیتونی ببخشی. فهم میخوام بدونید بعد این داستانا فهمیدم همه چی عوض شده. نوید یه هایی برام تموم شد. اصلا خودم نفهمیدم چی شد. شاید بعد همون باری بود که حمید حال اومد دم در کارگاهتون. همون دفعه که شاکی شده بودی. حرفای زنده الهامو یادته؟
به خدا بهت دروغ نگفت، خیلی داغون بودم چون فهمیدم که تو رو دوست دارم. فهم باور نمیکنه. انقدر گاف دادم، انقدر چاخان پاخان گفتم که عمرن اصلا باور کنه. اما میگم. باید بگم. تازه جایی فهمیدم که دلم میخواد باش. نمیدونم چطوری بهت ثابت کنم که این حرفم واقعیه. هرچی که تا حالا بهت دروغ گفتم یکی راست سهره. نمیدونم اگه یه وقت نباشی چی کار کنم، ولی باید یه کاری کنم چون عمرن دیگه بمونی. کاش که اینطوری نمیشون. کارو تو بگو. بعد بخشیم تموم شد رفت. او خندم زنگ زد گفت خاکپور کوتابیانی. دو روز رسیم آخر. میگفتیم زندون سورا. شنفتی زندون. الو. آماده شو باید بریم یه جایی. چی میگی؟ میگم آماده شو باید بریم یه جایی. نمیشنوی؟ یعنی چی بریم یه جایی؟ کجا بریم تو این وضع؟ تعداد 3000 تا 225 تاشو خودمون تولید کرد، میمونه 2775 تا. یه هفته هم بیشتر وقت نداری. قبوله، اما داره. 0% کار خودم و کارگرام انجام میدیم، 10% از مبلغ قراردادم میدم به شما. بچه گیر آوردی؟ مثل که سابکار ما ایم، ما داریم کار میریم دو بسط شما. راضی نیستی نمیبندی. بابا انصافه تو شکر. آقا مرتضی خداییش 10% خیلی کمه. تو زمین کی هستی حاجی جون؟ بگو ما هم تو جریان باشیم. با که تو زمین شماییم حاجی، خودت هم میدونی. ولی خدا شاهده اینا هم خیلی گیرن، پول لازمه. یه لوتیگری کنیم درصده رو بکن سی. اولندش من با سفارش های دیگر رو هوا کنم تا به کار اینا برسم. خودت خبر داری چند تا کار دستمونه. دومندش 5 تا آدم باز یه هفته سه قبضه جون بکنن، ماهیونه حساب کنی اجرتش همینقدره. حالا شما فشردش کن توی هفته. همینه دیگه، همه میخوان سوارت بشن وقتی گیر باشی. بعدی هم کار کردن و زحمت کشیدن، الان باز با منت حقمونو بگیریم. زمون است بچه جو، بالا پایین داره. من کار تو دست و بالم زیاده، لنگ احدی نیستم شکر خدا. راضی نیستید به سلامت. گفتی چند درصد؟ 10% قبوله. چیو قبوله؟ اگه نشنید آقا مرتضی چی گفت؟ زمون است، بالا پایین داره. باشه. قبوله.
علی آلیاژو ما میسازیم. گفتم صفت صدش با خودمه. این آلیاژ توفیق داره با چیزی که شما بلدی. فقط ما بلدیم بسازیمش. نسخه‌ش هم مال خودمونه، به دست غریبه نمیدیمش. غیر این هم باشه خاکبور همه قطعه‌ها رو مرجوع میکنه. تو کتت هم نمیره مشکلی نی، مطلبی دیگه نداری. قطعه کارگاه که نی، میریم جای دیگه. آلیاژ با شما. خاکبور ولی با من. خودم باش طرف میشم. شما هم خوب بلده کاری. میدونستی اینو؟ نباشم که چرخش نمیچرخه. بشین برو. شمارم درد میدونم. بشین برو. یا حق حاجی رواست کارگا بشین. تشتون قواستون برو. شلوار این من آماده است؟ بله آقای مهندس، فقط یه مطلبی. ایشون 5 دقیقه وقت ملاقات خواستم، اما تا موبایلتون اشغال بود نشد بهتون بگم. من باید برم فرودگاه. بله چشمان، زود میگم میرم. ببخشید سر زدم و مزاحم شدم. ما هم یعنی همه قطعه رو تحویل دادیم، کلشو. خواستم ازتون تشکر کنم واسه اینکه دو تا بچه اینا ما رو آدم حساب کردی. اونم شما. آدم به این مهمی. گاهی وقتا خیال میکنم خواب و خیال بوده کار کردن با شما. شما خیلی نقش مهمی داشتین تو زندگی ما آقا مهندس. شرمنده که قابل نبودی. با اجازت. اخراج شدیم. مجید کلی رفت و موقع پسردهش به بوم خوب نصرت. ولی پسش بر نمیاد. خاکبور تموم؟ آره. من وسایل تو رو هم جمع کردم. بردو بی.
مجدی گفت دو سه روز میتونیم بری خونهشون فعلا. مادرش رفته مشهد زیارت. بردار. میارم. باز روز از اون روزی از اون. خسته شدم آشان. عدیف میشه. عدیفش میکنه. پس نظر من کن برای این ساندویج استیک کرد بله بوده نمیدونم چرا نظر کنم الان بهشون میدونم ای بابا هر دفعه یک کافی دارین ها دفعه قبلم سالاد منو اشتباه دادی آن شرمنده نه که سرمون شروعه حتما فراموش کنم الان من درستش بگم بگی زود تر بیارم مورد این از گوشتشو ببخش جان اینجا هم تمیز دو ساعت هم اینجا بله شد من نهارم فراموشی بایی جزا چشم الان میبره یکی از سفارش ها رو نزدیم چی بوده؟ ساندویچ استیک ای بابا استیک رو زدم که هاشم حاجی من شرمنداتم حواسم رفت به اینا یادم رفت بزنم برای بود بپیچیش که الان میپیچم الان میپیچم سارا از دوباله رو بردین بله چه چش دوباله رو ببرم اومده اوه این موکیپاتو رو بهش بیده دیگه سورا سلام این آقای فتح‌الله همیشه نشونی‌ها رو چپکی و پیش در پیچ میده دو ساعته دارم میگردم خاک رو شما اینجا چیکار میکنیم؟ دو هفته ایران نبودم دلم برای در دیواره تهران تنگ شد خب چیزه تشریف بیاییم بریم داخل چایی و قهوه و نهارم هست اگه میل نکردیم نظرت چیه که رفیقت رو صدا بکنی من و تو اون بریم با هم دیگه قهوه و چایی و نهار رو یه جایی دیگه بخوریم آخه نمیشه که من و باشم اینجا کار میکنیم آقا مهندس صداش کن گرم و گرفتت انبار اینجا انبار کجا بود؟ اینه واسه خاطر انبار داره میخواد بار استخدام کنه؟ هیچی نگو باشم جونه من دو دقیقه هیچی نگو دو شهر حتما این داستانی داره که برو یک کار برده اینجا دیگه نه خب تو هیچی نگو خودش داستانشو میگه خدا کنه همین انبار داری باشه بشی جا خوابم داره اینجوری ده دقیقه از کنه اشتغال اون تو گرگت از بین میره ببینم اگه شما هم بارداری بلدی
ما بله، یعنی نه ما بلد نیستیم، ما کلا بچهای با استعدادی هستیم، یعنی استعدادمون خیلی مخوفه، همینجوری تند و سری یاد میگیریم، یعنی فقط باید بریم توش، یعنی ما تو هر کاری هم که رفتیم تهش رو درآوردیم. ببینی چند روز تنهاشون بذاری ولشون کنیم میشه آشغال داری. میخوای من تمیز کنم همینجا رو؟ من تمیز میکنم. یعنی نه من با چی تمیز کنم؟ خب نظرتون چیه؟ راجب چی؟ راجب آب و هوای توکیو دیگه. راجب اینجا رو میگم. یعنی دقیقا ما باز چی بگیم الان؟ شما باید به من بگین اینجا چند تا دستگاه ریختگری و قالب سازی میشه نصب کرد که شما بتونین یرقالات ما رو درست بکنین. من قفل کردم. ما تولید کنیم یا تولید میکنن الان دارین اما مشورت میگیریم یا ما خودمون باست درست؟ شما خودتون باید یه راهالات ما رو تولید بکنیم. دو سه دفعه دیگه بگم، ما که همیشه یه راهالات میخواییم، کیفیت خوبش هم میخواییم. اتفاقا اینجوری شما باشین خیال منم راحت تره. اینطوری بهانه نمیارین یه هفته مونده به تحویل دادن یرقالات بگین که کارگاه نداشتیم نمیتونیم تحویل بدیم. وای جناب مهندس خاشبور، البته اینجا رو یکم آب و جارو بکشیم تمیز بکنیم جای خوبیه بس کار کردن. یا ابوالفضل. خیلی خوب، نگفتی نظرتون چیه؟ آقا نظرم عالیه. تو زهراب؟ ولی اینجا از سرمونم زیاد آقا، ولی آخه چی؟ یه حرفی بزن. یعنی رو چه حسابی همچون لطفی میخوایی مهمون بکنی؟ نه، من لطف نمی کنم. شماها داریم برای من کار میکنی. آره، همین شما دوتا بچه که رو حرف قولتون میشه حساب کرد. من خیلی چیز شدم، یعنی اصلا احساساتم زده بالا، نمیدونم باز چی بگم الان. آخه بعد اون اتفاق ما اصلا عمرم فکرشم نمیکردم شما استعمارم بیارید، ولی بعد اون وقتی همچین حالی دارید به ما میدید چطوری از شما تشکر کنیم الان؟ نه، چرا اسمتون نگرم؟ شما که سر بلند بیرون اومدید. خداییش؟ خیلی خوب، حالا حاشیه بسته. به من بگین شما میخواین چند تا دستگاه رو چجوری اینجا قرار بدم که بتونین کار بکنین. بگین دیگه، خودتون تکون بدین، بگو. اینجا ما دو تا دونه وان آبکاری میخواییم. یه کوره باید بذاریم اینجا. نه، کوره رو میذاریم اون بر که جا داشته باشه تهویه بدم، بالاش براش تهویه بذاریم. این رو کامل صفحه میزنیم، صفحه ابزارها رو میزنیم بهش. اون رو کامل طبقه بندی میکنیم که قالب هم اینا رو بذاریم. خب چند تا دونه دل ستونی هم میذاریم اینجا. چهار تا دونه، نه شش تا دونه دل ستونی میذاریم اینجا. این بخش هم کامل جدا میکنیم، اگه بشه پرداخت هم همینجا انجام میدیم. خب بسته بندی اصلا داخل انجام میدیم. باشه. اسم تو دیدم تو قبولی ها. منم اسم تو دیدم، ولی اسم هاشم رو ندیدم. هاشم هم اینشالا سال دیگه قبول میشه. آرزو چیزه، میخوام کتاب ها و جزوه ها تو واسه قرض بگیرم. قرض میدی؟ آره همه شون رو قرض میدم. بعد یه چیز دیگه هم میخواستم بگم. من هم میخوام باشی. هستی؟ آره هستم، فقط یه خورده جا خوردم. فکر نمی کردم بعد از اینکه کات کنی بازم بهم زنگ بزنی. منظورم تو زندگیه. هستی؟ خودت چی فکر میکنی؟ خودم میخوام یه قولی ازت بگیرم. قول بده دیگه بهم دروغ نگی. باشه قول میدم. باز تو ببینم، تو هم باید بهم یه قولی بدی که حرفای راستکیمو باور کنی. باور کردم که بهت زنگ زدم. آرزو اصلا بعد یه عالمه وقت حالم خوشه، حالم خیلی خوبه.
کن همینجوری بمونه. دعا کن دفعه دیگه که میام پیش بابا با دست پر میام. حالا میخوام این موضوع رو بیخیال شو. یه بار رفتی سراغش واسه حرف پشت اون بس. این بار فرق داره. این بار همه چی فرق داره. بهت گفته بودم قبر مادرمو پیدا کردم. نگفتی. پیداش کردم. کل چیت فهمیدم درباره خانواده. بگو بقیهشم بفهم. حالا کجایی الان؟ الان پایین پنجره اتاقت. چی؟ یعنی چسبیدم به سقف. بهت نمیاد از خزبازی ها بلد باشی؟ خزبازیه؟ آخه چیزه؟ میخواستم یه چیزی بهت بدم. خیلی خوب، لکنت نگیر حالا. چی میخوای بدونه؟ بگیر. بندازش گردنه. خیلی بهت میدم. تیغش کم ظریفه. آره دمت گرم مرسی. ای بابا مته و سرپیچای قالب و 10 تا چیز دیگه که موندن هاشم و زنگ بزن مسئول خریدش. خیلی رو سوالو 10 دفعه بهش ندادم بیرون نمیشه. ماشی طرف در اختیاره میفهمی یعنی چی؟ یعنی ما هر چی بخوایم باز فراهم کنه. خاطر مگه اینو نگفت زنگ بزن میشینی نمیخواد بزن زنگ بزن بودو. آقا اون جای دستگاه یکم این آجوره. میدونم اونجا کارگر جای مانور نداره. آره یکم بیارش این ورته بچرخونش. نه اونجوری نه صبر کن اومدم. صبر کن صبر کن اومدم. سورا به کدوما بود گفتی؟ من اینکه نیاوردن رو تیک زدم. کجاشو تیک زدی؟ بغلشون تیک زدم. ها دیدم دیدم. به به به. آقا به شما الان تماس میگیرم. به 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 خوش اومدین خاله. قلم رنجه کردی خودتون به من. من چاکر شما. من چاکر شما. ماشاءالله ماشاءالله بزرگ اینجا. تازه کجاشو دیدی نقبه خانوم؟ این سویتون پشمش شده دیدیم. اصلا خیلی خفنه. دنجه دنجه نگم واسه. حالا نمیخواد انقدر پوز بدی. چرا؟ خب میگه یه وقتی چش نخورین خاله جان. خدا حفظتون کنه انشالله. آه نگران میشه شما. من کجا نگران بودم؟ من اصلا نگران شما نبودم. راست میگی اصلا چه اهمیتی دارم واسه شما؟ همین. من کیم؟ دقیقاً. مگه دون مگه تو همسایه ایم رفیقیم دوست آشناییم کی هستی؟ هیچ کسی نیست. سارا جان خاله قربونت برم. مبارک باشه خاله. من نوکرتم. اینجا چی کار میکنی؟ من تو شنبه میذاشتی اقلا دو دقیقه خودم تنها باشم کیف کنم. من چاکرت نمیذاری که؟ ماشاءالله قربونتون برم. بعد درد اسفند بود کنم. دیدی؟ بالاخره شد اونی که باید بشه. من کوچیکشم. خدا رو شکر. ولی پیرم کردید تا عاقبت بخیر بشی. من چاکر شما، من کوچیک شما. سهراب توی سهراب برمون توی سهراب آخندم سهراب. ببینم که بد نمام از دست استاد زدین. من فردوتون شدم. یه بقلم بینم. من چاکرت هم اومد تا آخرش چاکرت هم. چیزه خوف و خفنی هم اولی کرد. خیلی خفنه. اون پشموشه یه سویت داریم. خیلی خفنه اصلا دیگه دیگه. هرچی هم داشته باشی جای صدای تو مخی آجید خالیه. بیا بریم تو بیا بریم. من چاکرت هم. نمیدونم میدونی مخصم کشتت ما رو کشته.
هوای شب.